نزدیک به ده روز از از اقدام ضد اسلامی قرآن سوزی توسط پیروان یک حزب افراطی در کشور سوئد می گذرد اما همچنان خشم و نفرت مسلمانان نسبت به این اقدام فروکش نکرده و دست از اعتراض به این اقدام موهن نکشیدند به همین منظور تعدادی از غیر مسلمانان صدها تن از مسلمانان سوئد را در تجمع اعتراضی در پایتخت این کشور به آتش زدن قرآن همراهی کردند این تظاهرات توسط حزب رنگ های مختلف در مقابل ساختمان پارلمان سوئد در استکهلم سازماندهی شده بود و حدود 500 تن در آن شرکت کردند این تظاهر کنندگان بنرهایی در دست داشتند که روی آن نوشته بود آتش زدن قرآن را متوقف کنید و توهین به مسلمانان را متوقف کنید میکائیل یوکسل رئیس حزب رنگ های مختلف در حاشیه این تجمع گفت سوزاندن قرآن جرمی از روی تنفر بوده و جایی در دموکراسی ندارد و یفزود پلیس نباید به پالودن پلیس نباید به پالودن اجازه آتش زدن قرآن را بدهد از نظر قانونی به شما میگویم که این کار اشتباه است گفتنی است راسموس پالودن رهبر یک گفتنی است رهبر یک گروه راست افراطی در سوئد حدود ده روز پیش یک نسخه از قرآن کریم را در شهر لینشوپینگ در جنوب این کشور به آتش کشید وی همچنین تهدید کرد که در راه های بعدی نسخه های بیشتری از این کتاب آسمانی را آتش بزند پس از آتش زدن قرآن که احساسات همگان را جریه دار کرد وقایعی اتفاق افتاد که در آن 104 پلیس سوئدی مجروح شدند